بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم. امیدوار هستیم که همه صحت و سلامت باشین. شاگردان نهایت گرامی، درس پنجم ریاضی صنف 8 امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که تا آخرین دم ما را دنبال بکنین تا بتانیم این درس را برای شما انتقال بدیم. موضوع درس ما قیمت تقریبی، جذر مربی، اعداد به طریق اوسط هست. قبلا درس گذشته ما طریقی عمومی استخراج جذر تقریبی بود. حالا ما طریقی دیگر کار میکنیم که قیمت تقریبی جذر مربی به طریق اوسط است. اگر شما جذر 81 را از شما بپرسن که آیا میدانید جذر از چند است، فورا شما میگین که بله 9. اگر شما را براتون بگوین که جذر 25 بر 16 چند است، شما فورا آشنا میکنید که 25 بر جذر 16 و این مساوی میشه با 5 بر 4، چون جذرهای تام داره یا جذرهایشون کامل است. اما جذرهای تقریبی را که برای ما اگر گفته شود، چون میدانیم تمام اعداد مثبت مانند جذر 5 و جذر 10 و جذر 30 اینا جذرهای کامل ندارن، جذرهای تقریبی دارن. ما اینا رو نمیتونیم به شکل کسری و یا به شکل نسبتی بیان بکنیم. پس ما اینا میتونیم به قیمت تقریبی جذر مربع به طریق اوسط بیان به دست بیاریم. مثلا اگر بر ما یک جذر تقریبی 5 را به شکل اوسط به دست بیاریم، شما میفهمین که جذر 5 کوچکتر هست 2 هست، بزرگتر از 2 هست و کوچکتر از 3. حالا ما اگر بیاییم جذر 5 را پیدا کنیم، ما در اینجا اوسط میگیریم از 2 و 3. مثلا اگر 2 و 3 را ما مربع کنیم، شما باز میبینید که واقعا این اگر از دو طرف ما مربع کنیم، 2 را مربع کنیم 4 میشه و 4 بزرگ کوچکتر است، این را مربع کنیم جذر از بین میره 5 میشه و 5 کوچکتر است، این را مربع کنیم 9 میشه. خب پس چطور میتونیم که حالا ما جذر 5 را بس بریم اوسط میگیریم؟ اوسط شما میفهمید که مجموعه یعنی 2 جمع 3 تقسیم 2 هست. پس از اینجا 5 میشه، 5 تقسیم 2 مساوی میشه 2.5. 2.5 میشه. اگر ما بیم یک مقدار دیگه هم اوسط را پیش ببریم، نشته کنیم که 2 جمع 2.5 تقسیم 2 مساوی میشه با، در اینجا شما وقتی که جمع بکنین اینا را میشه 4.5. 4.5 تقسیم 2. وقتی که 4.5 شما تقسیم 2 بکنین 6.25 میشه. مثلا حالا اگر ما بگیریم براتون اینجا که شما خوبتر بفهمین، 4.5 تقسیم 2، 2 ضرب 2 4، علامه تفریق. پس باقی 0.0 را بالا میکنیم و اینجا 5 بالا میکنیم. 5 بالای از این 2 مرتبه میرسه 2 2 4. پس این را تفریق کنیم 1، باز 1 0 میمانیم، 5 دفعه میرسه 5 2 10. پس ما گفتیم که این مساوی میشه به 2.25. حالا 2.25 ما پیدا کردیم. پس ما در اینجا میگیم که جذر 5 تقریبا مساوی است به 2.25. خب تقریبا مساوی است به 2.25. حالا ما اگر بیم یک جدول برای شما جور کنیم که شما این را ببینین که آیا اینمی 5 که مساوی شد 2.25 نزدیکتر به جذر 5 هست یا نیست.
شما در این جدول اینجا عدد نوشته کنین و اینجا مربع عدد. اگر اینجا دو گرفتین که ما بیشتر جذر پنج برای شما نشان دادیم که پنج بزرگتر از دو و کوچکتر از سه، اوسطی از این دو و سه را که گرفتیم در اینجا مربع از این چند شد؟ چهار. اوسطی از اونا را که گرفتیم دو اشاریه پنج، دو اشاریه پنج مربع شد بگیریم شش اشاریه بیست و پنج میشه. عدد سه باشه مربعش چند میشه؟ نو. از اینجا معلوم میشه که جذر مربع جذر پنج بین دو و دو اشاریه پنج است. خب اگر ما رفتیم یک کمی دگاه میره نستیک بیشتر کردیم، آمدیم برای عدد، ما اینجا دادیم دو، این شد چهار. بیشتر ما پیدا کردیم دو اشاریه بیست و پنج، اوسط دوم را که گرفتیم اینجا دادیم دو اشاریه بیست و پنج. دو اشاریه بیست و پنج که ما دادیم مربعی را که کنیم پنج اشاریه صفر شش دو پنج، شش دو پنج. و سی را که مربع کنیم دو اشاریه پنج را که مربع کردیم، شما دیدین که دو اشاریه پنج شش اشاریه بیست و پنج. حال میبینیم که از این کدام در اوسط دومی که گرفتیم، پس ما پیدا کردیم که جذر پنج بین دو و دو اشاریه بیست و پنج است، که البته جذر تقریبی شد براتون میگیم، یعنی نزدیک شده رفتیم. پس شما در اینجا دیدین که ما اول اوسط گرفتیم دو جمع سی کردیم، تقسیم دو مساوی شد پنج، تقسیم دو مساوی از دو اشاریه پنج. بار دوم دو دوره جمع دو اشاریه پنج کردیم، تقسیم دو چار اشاریه پنج، تقسیم دو مساوی شد به دو اشاریه بیست و پنج، دو اشاریه بیست و پنج. ده ای درست. پس بعد از او حکم کردیم که جذر تقریبی، جذر مربع پنج تقریبا مساوی است به دو اشاریه بیست و پنج، یعنی اینجا هم نزدیک شدیم، باز اینجا از او کده نزدیک تر شدیم. پس ما گفتیم که آخرینش گرفتیم دو اشاریه بیست و پنج. به این شکل ما به طریق اوسط میتونیم جذر مربع اعدادی که جذرشان تقریبی باشه بدست بیاریم. حالا اگر ما بخواهیم این را روی خط نشان بدیم، مثلا شما از اینجا روی خط اگر بخواهیم دو اشاریه بیست و پنج نشان بدیم، شما اینجا را یک واحد قبول کنیم، اینجا را دو واحد، اینجا را سه واحد. پس دو اشاریه بیست و پنج اگر ما بخواهیم روی خط نشان بدیم، شما میفهمید که یک هست یا دو. این دو اشاریه بیست و پنج شما فکر کنید در اینجا ما دو اشاریه بیست و پنج نشان دادیم، میتونید در روی خط هم شما ای را نشان بدیم. مثل که ما قبلا در درسای گذشته گفتیم که اعداد غیر ناطق که جذر پنج هم یکی از جمله اعداد غیر ناطق است، چطور میتونیم در روی محور اعداد در درس اول اعداد حقیقی گفتیم پیدا کنیم که با استفاده از قضیه فیثاغورس و قرص میتونستیم روی پیدا کنیم. حال جذر تقریبی را پیدا کردیم به طریق اوسط و اینجا تقریبا جایش دقیق ما اندازه گیری نکنه. فکر کنید که دو اشاری پنج در این نقطه وجود داره. به همین ترتیب اگر ما سوال دیگی را برای ما داده بتن که ما به طریق اوسط پیدا بکنیم، ما چطور میتونیم پیدا کنیم؟ ببینید این همین سوال دیگه هم کار میکنم برای شما. مثلا اگر برای ما بتن که جذر ده، جذر ده هم جذر مربع ده، با
باز گفتیم که عددی را پیدا میکنیم که از ای کده کوچکتر باشن، مثلا 3. چون جذر 9 3 است، ای از 9 کده بالاست، پس از 3 کده بزرگتر است و جذر 4. حالا اگر مربع کنیم اینا را، شما میفهمین که مربی از این 9 میشه، 9 کوچکتر از 10 است و این را مربع کنیم 16 میشه. شاید برای شما سوال خلق شد از این کده 2 هم است یک هم است، نی ما جذر را میگیریم که او باز جذر تام داشته باشه که ما از او بتانیم پیدا بکنیم. مثلا اگر ما این را بگیریم مربع کنیم، این جذر به مربع خلاص میشه، این 9 میشه و این دیگه هم 16 میشه. حالا اگر پس جذر بگیریم با حالت اول میاد که ما میتونیم اوسط از یا را بگیریم و این کار را بدست بریم. خب اوسط اگر ما بگیریم مثلا 3 جمع 4 کنیم تقسیم بر 2 مساوی میشه به 3 و 4 7، 7 تقسیم 2 مساوی است 3.5. خب 3.5 ما پیدا کردیم. حالا بیشتر که جدول ما خدمت شما گفتیم، عین کار میکنیم و میبینیم که این عدد و یا مربع عدد 3 خود عدد است، مربعش 9 است. حال اوسطی که ما اینجا پیدا کردیم بین از این چند است؟ 3.5. 3.5 وقتی که ما مربع کنیم 12.25 میشه. 3.5 مربع کنیم 12.25 میشه. اگر باز میخواییم نیم این رو میتونیم ضرب بزنیم 3.5 ضرب 3.5 5 ضرب 5 25 حاصل بر 2 5 3 15 15 و 2 17 3 5 15 حاصل بر 1 3 3 9 9 1 10. پس این را جمع بکنیم 5 5 و 2 7 5 12 12 را 2 حاصل بر 1 1 و 1 2 1 هم خودش. پس چند خانه اشاری داشتیم؟ 2 خانه اشاری را جدا میکنیم، پس 12.25. حالا 4 مربع کنیم 16 میشه. پس ما از اینجا فهمیدیم که جذر 10 بین کدام عدد؟ جذر مربی 10 بین 3 و 3.5 قرار گرفت. البته جذر تقریبیش بازم براتون بگویم، منظور ما از دریافت جذر تقریبی است. پس از اینجا ما نوشته کردن میتونیم که جذر 10 مساوی هست به تقریبا مساوی است به 3.5. این بود این سوال. خب امیدوار هستم که شما طریقی به دست آوردن جذر مربی اعدادی که جذر تقریبی دارن با استفاده یا به روش اوسط شما فهمیده باشین و اینمی روش را به دست بیارین. شما میتونین که بسیار سوالات را در این رابطه پیدا کنین. یک دو سوال از تمرینتان گفتم، صحت هر یکی از تساوی زیر را نشان دهید. اینجا برای ما گفته که جذر 12، این مربوط به تمرین کتابتان، جذر 12 بزرگتر از 3 و کوچکتر از بزرگتر از 3 و کوچکتر از 4. در اینجا میگم صحت هر یک از تساوی زیر را نشان دهید. آیا این درست است؟ بله درست است. وقتی که ما مربع کنیم اینجا ما میبینیم که 12 بزرگتر از 9 میشه و اینجا 16 بزرگتر از 12 میشه. یعنی شما میتونید که از این دو تا اوسط بگیرید جذر 12 رو بدست بیارید. اما سوال دیگر داده که 7 اش جذر 15، جذر 15 این درست است در کتابتان؟ یعنی این روش که همین حالت گرفته گفته درست است یا نیست؟ بزرگتر است 7.1 و کوچکتر است 7.2.
این اشتباه است. چرا که ایره مربع کنیم 49 اشاریه یا بیشتر از او میشه، پس این میگیم این اشتباه است و این درست است. پس شما از این اگر اوسط بگیرین جزیه سی بزرست نمید به خاطر که این اشتباه است. این دو یک سوالی بود که دو جز داشت، در تمرینتان کار کردیم به شکل نمونه. امیدوارستم که شما با این درس که ما ارائه کردیم شما فهمیده باشین. حالا یک دو سوال به عنوان کار خانگی برای شما تقدیم میکنم تا که شما هم در خانه کار بکنین و فعالیت داشته باشین. با استفاده از روش قیمت وسطی جذر مربی اعداد زیر را پیدا کنید. جذر مربی اعداد 12 بر روش جذر مربی زیر بر روش اوسط یا به طریقه اوسط پیدا بکنید. جذر مربی 7. این دو سوال براتون دادم که شما در خانه کار کنید. شما میفهمین که ای بزرگتر از کدام عدد است و کوچکتر از کدام عدد. با اون طریق کار کنید. میبینید که بزرگتر از 3 و کوچکتر از 4 است. و می ترتیب ای را در نظر بگیرید و ای را در خانه هایتان کار بکنید تا درس دیگه ای که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا و بی همتا امانت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.